سلام بر شما. ساعت 19 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسفت هستید. سرخط خبرها. حمله موشکی و زمینی حماس به اسرائیل. جنگنده‌های اسرائیل غزه را بمباران کردند. دست کم 100 اسرائیلی و 200 فلسطینی تاکنون کشته شدند. استقبال جمهوری اسلامی از حمله حماس. وزارت خارجه ایران از صفحه جدید در عملیات مسلحانه علیه اسرائیل گفت. رسانه‌های حکومتی فیلم خشونت با نیروهای اسرائیلی را بازنشر کردند. اولین واکنش نرگس محمدی پس از دریافت جایزه نوبل صلح. دیروز یکی از بهترین و باشکوه‌ترین روزهای زندان برای همه ما بود. همچنین در ادامه برنامه‌های این ساعت، افزایش فاصله فقیر و غنی در ایران به دلیل سیاست خارجی خامنه‌ای. یک اقتصاددان میگوید تحریم و سوء مدیریت شکاف طبقاتی در ایران را دو برابر اروپا کرده. حمله غافلگیرانه و چند جانبه حماس به اسرائیل تاکنون دست کم 100 کشته و بیش از 800 زخمی به جای گذاشته. نیروهای نظامی حماس امروز وارد خاک اسرائیل شدند و همزمان به گزارش سخنگوی ارتش اسرائیل دست کم 2200 راکت به نقاط مختلف شلیک کردند. حماس اما از شلیک بیش از 5000 راکت به اسرائیل گفته. همزمان ارتش اسرائیل حملات هوایی تلافی جویانه به نوار غزه را آغاز کرده. مقام های فلسطینی گفتند در حملات اسرائیل حدود 200 نفر فلسطینی کشته و دست کم 1600 تن زخمی شدند. تصاویر زنده‌ای ببینیم از مناطق مختلف و شهرهای مرزی در جنوب اسرائیل، جایی که همونطور که گفته شد صبح امروز شنبه شاخه نظامی حماس بیش از 2200 راکت از نوار غزه به این منطقه شلیک کرده. تصاویری هم از به اسارت درآوردن برخی از غیر نظامیان اسرائیلی توسط شبه نظامیان حماس منتشر شده که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این تصاویر رو تکان دهنده توصیف کردند. برای جزئیات تازه درباره این حملات همراه هستیم با اشکان صفایی از اسرائیل. اشکان، از آخرین تحولات و واکنش‌ها به ما بگو. خب همونطوری که گفتی، در واقع آخرین آماری که اسرائیل اعلام کرده دست کم 100 کشته هست در این حملات. آمار زخمی ها رو همین چند دقیقه پیش اسرائیل افزایش داد به 985 نفر زخمی. برای اولین بار سخنگوی ارتش اسرائیل همین دقایق پیش در یک کنفرانس خبری تایید کرد که شماری از شهروندان اسرائیلی هم در واقع به گروگان گرفته شدند توسط تروریست ها و به درون نوار غزه برده شدند. گفته میشه که در واقع تایید هم شده که هنوز هم در واقع شماری از این شبه نظامیان درون اسرائیل هستند، در دو کیبوتس، در دو روستا در نزدیکی مرز نوار غزه شماری از افراد رو در اونجا در واقع همچنان در گروگان خودشون دارن. در طرف فلسطینی هم گفتی نزدیک به 200 کشته رو حماس تایید کرده. همزمان حملات اسرائیل هم در واقع ادامه داره در نوار غزه. من همین الان در واقع روبروی خودم، اطراف خودم جنگنده های اسرائیلی رو در آسمان میبینم. اینجایی که من الان هستم هم در واقع نزدیکی یکی از پایگاه های ارتش اسرائیل هست. ارتش اسرائیل تمام تقریبا بسیاری ده ها هزار نفر از نیروهای ذخیره خودش رو فرا خونده برای خدمت، برای حمله زمینی احتمالی به نوار غزه. و همینطور که میبینید این خودروهایی که میبینید خودروهای نیروهای ذخیره اسرائیل هست که خودشون رو از نقاط مختلف کشور به اینجا یکی از پادگان ها رسوندن و در واقع خودشون رو برای خدمت معرفی کردن که
که در ساعات و شاید روزهای آینده برای حمله به نوار غزه اعزام بشن. باید گفت که واکنش‌های جهانی هم همچنان ادامه داره و از اون طرف نگرانی از احتمال کشیده شدن جنگ به شمال اسرائیل هم وجود داره. در یک ساعت گذشته ما دست کم شاهد یک مورد بودیم که چند شبه نظامی سوار بر موتور به نزدیکی مرز اسرائیل با لبنان در نزدیکی شهر متولا در شمال اسرائیل در واقع به نزدیک مرز اومدن. در اونجا نیروهای ارتش اسرائیل که در اونجا بودن شلیک هوایی کردن. این نیروها در واقع این افراد شبه نظامی از اونجا رفتند. در طول ساعات گذشته چندین رهبر جهانی هم با هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، هم رئیس جمهور اسرائیل و هم وزیر دفاع اسرائیل صحبت کردند. از رئیس جمهور ایالات متحده گرفته و رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر هلند و چندین و چند مقام دیگه، همه اونها ابراز حمایت کردند از اسرائیل در این در واقع عملیات. و وزیر دفاع ایالات متحده هم گفته ما هر گونه حمایتی که لازم باشه از اسرائیل بکنیم در این جنگ و در این عملیاتی که اسرائیل اسمش رو شمشیر آهنین گذاشته به عمل خواهیم آورد. متشکرم اشکان. اما این نکته رو هم اضافه کنم، تصاویری که میدیم در حین صحبت‌های تو تصاویری زنده بود از نوار مرزی اسرائیل، هوا رو به تاریکی داره میره، چند انفجار رو هم در این تصاویر زنده دیدیم. ممنونم از تو اشکان صفایی از اسرائیل همراهمون بود. حمله گسترده حماس به اسرائیل اما واکنش‌های بین‌المللی بسیاری رو به دنبال داشته. رهبران کشورهای مختلف کشته و زخمی شدن شهروندان اسرائیل را محکوم و با مردم این کشور ابراز همدردی و همبستگی کردند. با این حال جمهوری اسلامی در واکنش قابل انتظار از حماس حمایت کرده. یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تبریک گفته و حمله حماس را غرورآفرین توصیف کرده. او گفته جمهوری اسلامی از این عملیات و شبه نظامیان حماس حمایت می‌کند. اما ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در شبکه اجتماعی اکس نوشته از حمله تروریست‌های حماس به شهروندان اسرائیل شوکه شده است. او در این پیام نوشته اسرائیل به طور مطلق حق دارد از خود دفاع کند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، حملات حماس علیه اسرائیل را به شدت محکوم کرد. او همبستگی کامل خود را با قربانیان، خانواده‌ها و عزیزان آنها اعلام کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد این اتحادیه اخباری که از اسرائیل میرسد را با ناراحتی دنبال و به صراحت حملات حماس را محکوم میکند. او خواستار پایان خشونت شد و افسود اتحادیه اروپا با اسرائیل اعلام همبستگی میکند. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی اکس نوشت به صراحت حمله تروریست‌های حماس علیه اسرائیل را محکوم می‌کند و آن را تروریسم در نفرت‌انگیزترین شکل آن توصیف کرد. او نوشت اسرائیل حق دارد از خود در برابر این حملات شنیع دفاع کند. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، اعلام کرد خبرهای هولناکی که از اسرائیل میرسد عمیقاً آلمان را شوکه کرده. او افزود آلمان حملات حماس را محکوم میکند و در کنار اسرائیل میایستد. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران از حمله حماس به اسرائیل استقبال کرد و آن را صفحه جدیدی در عرصه عملیات مسلحانه علیه اسرائیل خواند. ناصر کنعانی گفته این حمله نشانگر اعتماد به نفس نیروهای مقاومت برای اجرای عملیات ترکیبی و چند جانبه علیه اسرائیل است. رسانه‌های حکومتی در ایران هم از حمله حماس به اسرائیل استقبال و آن را به سخنان چند روز پیش خامنه‌ای علیه اسرائیل مرتبط کردند. خامنه‌ای اسرائیل را رژیمی غارتگر و جنایتکار و رفتنی توصیف کرده بود. رسانه‌های جمهوری اسلامی همچنین ویدیوهایی از حمله راکتی به برخی شهرک‌های یهودی نشین، خسارت‌های وارده به این شهرک‌ها و سجده شکر اسماعیل هنیه از رهبران حماس را منتشر کردند. بازنشر تصاویر ضرب و جرح، شلیک و به اسارت گرفتن ساکنان شهرک‌ها که در میان آنها زنان و کودکان هم هستند، رویاروی نظامیان حماس با شهروندان را آشکارا روایت می‌کند. این تصاویر را ببینیم با این توضیح که ممکن است برای برخی آزاردهنده باشد. Allahu Akbar.
تم خطف جميع من كان داخل هذه الدبابة، جميع من داخل هذه الدبابة تم خطفهم. اللهم أتم نصرك وعزتنا يا رب لشعبنا وأمتنا. الله أكبر. يا اخوان لا تمثلوا في الجثث، لا تمثلوا فيهم، هذا قتلاهم في النار. در پی حمله حماس به اسرائیل و کشته شدن دست کم 100 اسرائیلی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از این اقدام حماس پیش از آغاز به کار نوبت عصر شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله موشکی و زمینی حماس به اسرائیل. جنگنده‌های اسرائیل غزه را بمباران کردند. دست کم 100 اسرائیلی و 200 فلسطینی تاکنون کشته شدند. استقبال جمهوری اسلامی از حمله حماس. وزارت خارجه ایران از صفحه جدید در عملیات مسلحانه علیه اسرائیل گفت. رسانه‌های حکومتی فیلم خشونت با نیروهای اسرائیلی را بازنشر کردند. نرگس محمدی در تماس از زندان اوین با پدرش گفته پس از شنیدن خبر دریافت جایزه نوبل صلح، بند زنان در زندان غرق شادی، سرود و فریاد زن زندگی آزادی شده. نرگس محمدی گزارش داده برخی از همبندی‌هایش از خوشحالی گریه کردند و پس از شنیدن این خبر نام مهسا ژینا به کرات در بند تنین انداز شده. بر اساس این خبر، به نقل از اینستاگرام نرگس محمدی، او خبر را از طریق انتشار آن در بند مردان شنیده و پس از پخش گزارشی در اخبار 23 صدا و سیما از صحت آن مطمئن شده. 22 زندانی سیاسی زن و همبند نرگس محمدی با انتشار بیانیه‌ای اهدای جایزه صلح نوبل به او را ارج نهادن به سالها فعالیت این فعال مدنی برای تحقق آزادی و برابری و رساندن صدای دادخواهی و حق طلبی جامعه ایران توصیف کردند. این 22 زندانی نرگس محمدی را همرزم و خواهر خود خواندند. این زندانیان سیاسی زن اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی را گامی به سوی روشنایی بیشتر ارزیابی کردند. کمیته نوبل نروژ به مناسبت اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی مراسمی با حضور بریت اندرسون رئیس کمیته نوبل صلح برگزار کرد. در این مراسم محمود فرهمند نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ، حمید رضا محمدی برادر نرگس محمدی و جمعی از فعالان حقوق بشر حضور داشتند. What is your system? What kind of material is your system made of? خواهرت از چی ساخته شده؟ My sister was always known for being energetic. شناخته میشد برای اینکه یک pursuing goals. She was one of the کسی است که همش دنبال اهدافش است. She began as a journalist and then became more active. روزنامه‌نگار شروع کرد، بعد فعالیت خودش رو بیشتر کرد. با بسیاری از سازمان‌های ایران برای صلح همکاری می‌کرد، صلح و آزادی. و هر دفعه که بازداشت می‌شد، more decided that باعث شد که قاطع‌تر باشه و انگیزه بیشتری داشته باشه و بدونه که این راه درستی است که به اون ادامه بده. و if a regime that's against its own people, اگه رژیم علیه if they don't agree with what you do, then you are sure that it's the right way. So you shouldn't let anyone داری کار درستی انجام میدی و اجازه نمیدی کسی متوقف بکنه. و چیزی که نرگس رو متمایز میکنه به عنوان یک شخص، she truly believes in human rights and that every individual has the rights اعتقاد داره به حقوق بشر و همه این حقوق رو ازش برخوردارن و هیچ دولتی نمیتونه ازش رو بگیره. بعیده بهشتی فعال سیاسی از لندن همراه ما هستن. آقای بهشتی، اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی به لحاظ جهانی نشون دهنده چیه به باور شما؟
سلام و درود دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم. پیش از این جایزه رو به نرگس عزیز، به این شیرزن مبارز و آهنین و تمامی هموطنانمون از صمیم قلب تبریک میگم. ببینید، اتفاقا برخلاف تمام اون پروپاگاندای رسانه‌ای که جمهوری اسلامی مدت هاست بعد از کشتار و زندانی کردن فعالان سیاسی سعی میکنه در بوق و کرنا بکنه که با کشتیم و به زندان بردیم و حالا هم داریم با غرب میسازیم و روابط داره خوب میشه، اتفاقا برعکس تمام اینها، این انتخاب نشون داد که جامعه بین المللی حمایتش پشت سر مردم ایرانه. فقط کافیه که ما خودمون بخوایم. چون ببینید، تمامی موفقیت‌های عظیمی که در جهان مشاهدش بودیم، یکی از بزرگترین علتاش میگن انتخاب درست در زمان درست. ببینید، انتخاب خانم نرگس محمدی با این ویژگی‌هایی که داره در درون ایران توسط جامعه بین المللی به عنوان برنده صلح نوبل چه انرژی و چه خون تازه‌ای رو وارد رگ‌های جنبش زن زندگی آزادی کرد و به مردم ایران، به شیرزنان مبارز ما در خیابان‌های وطن این پیام رو داد که جامعه بین المللی از میان تمامی کاندیداها نرگس محمدی رو انتخاب کرد، یعنی جنبش زن زندگی آزادی رو انتخاب کرد، یعنی مردم ایران این حمایت بین المللی رو دارن برای پیشبرد اهدافشون برای آزاد کردن میهن. کوتاه به این موضوع هم بپرسیم که این جایزه در نهایت چه تأثیری میذاره روی فعالیت فعالان حقوق بشر و مدنی؟ ببینید، بسیار مهمه. من فکر میکنم اگر هیچ انتخابی به اندازه انتخاب خانم نرگس محمدی نمیتونست بر روی فعالان و مبارزان، فعالان سیاسی، فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر اثر بگذاره. شما ببینید، از همین دیروز تمامی طیف‌های مختلف رو خانم محمدی تونسته دور خودش جمع کنه، از چپ گرفته تا راست راست. پیام‌هایی رو که شما مشاهده می‌کنید از درون زندان، از خارج از کشور، از تمامی طیف‌های مختلف سیاسی امروز دور خانم محمدی جمع شدن و من فکر میکنم اون ویژگی هایی که انقلاب زن زندگی آزادی به دنبالش بود برای یک رهبر، همش رو خانم نرگس محمدی داراست. یکی از رهبران با موفق میتونه باشه در پیشبرد انقلاب زن زندگی آزادی برای آزاد کردن میهن عزیز. بسیار مشکرم از توضیحاتتون. وحیده بهشتی، فعال سیاسی از لندن. و حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوش و کنار جهان. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای ضمن بی‌نتیجه دانستن تلاش‌ها برای حل و فصل اختلاف‌ها با جمهوری اسلامی بر سر احیای برجام اعلام کرد آلمان، بریتانیا و فرانسه تصمیم گرفتند تحریم‌های موشکی تهران را تمدید کنند. هانانیومن نماینده پارلمان اروپا با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر زنان و تهدید کارمندان حکومت سابق وضع افغانستان را ویرانگر توصیف کرد. نیومن در پارلمان اروپا گفته با وجود سپری شدن 2 سال از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه به تعهدات خود عمل نکرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به تصمیم جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای اخراج مهاجران افغان از هر دو کشور خواست در مقابل پناهجویان مهربان باشند. دبیرستان دخترانی آشورا در شهر قدس تهران هدف حمله شیمیایی قرار گرفت. اولین خبر از حملات شیمیایی به مدارس آذر ماه سال گذشته در شهر قم منتشر شد. اما در هفته‌های بعد ده‌ها مدرسه در سایر شهرها از جمله بروجرد، تهران، تبریز، اردبیل، همدان و قزوین هدف حمله قرار گرفتند. حساب توییتری 1500 تصویر در خرداد ماه سال جاری اعلام کرد در جریان حملات شیمیایی به مدارس در ایران از نوعی گاز اعصاب استفاده شده. Thank you.
در ادامه مروری داشته باشیم بر مطبوعات امروز ایران. روایت‌های رسمی و حکومتی به کما رفتن آرمیتا را یک حادثه عنوان می‌کنند، اما افکار عمومی این روایت را با شک و تردید نگاه می‌کند. و حالا بعد از یک هفته با وجود فشارهای حکومتی، روزنامه‌ها هم به میدان آمدند و از بی‌اعتمادی جامعه به ادعای حکومت می‌گویند. در اینجا همراه هستیم با همکارم محمد رهبر تا بیشتر روزنامه‌ها را مورد بررسی قرار بدیم. آقای رهبر، روایت‌هایی که رسانه‌های حکومتی و رسمی دارن منتشر می‌کنن میگن که به کما رفتن آرمیتا گراوند فقط یک اتفاق بود. امروز روز خبرهای مگو بود و حرفایی که روزنامه نباید می‌زدن، ولی به روش‌های مختلف این مطالب رو گفتند و نوشتند. روزنامه اعتماد رو یه نگاهی بهش بندازیم که امروز عباس عبدی یک یادداشتی نوشته در این روزنامه در مورد پرونده آرمیتا و اینکه چه اتفاقی از 9 مهر ماه به بعد افتاده و نقدی کرده نسبت به این روایتی که اصولگراها دارن که چک اول رو باید بزنن و روایت اول رو بگن، بعد هم در همه مغازه ها رو تخته بکنن و بگن همین است و همون. گفته که اینطوری بیشتر مردم شک میکنن. این که شما میان یک روایتی رو در بوق و کرنا میکنید، صدا و سیما، نمیدونم فارس، دیگران میان این روایت رو میگن و دست آخر مردم باورش نمیکنن. دلیلش هم این هستش که به شما رد نداشته، نباید حکومت وارد هر گونه صحنه خبری بشه. باید این اجازه رو به خبرنگارها بده که برند و خودشون خبر رو پیدا کنن و اونها برای مردم شرح بکنن، که در این قسمت قضیه البته خبرنگار شهر رو بازداشت کردن و نشان میدن که رسانه اجازه دارن که این مصاحبه رو انجام بدن. دقیقاً. و کاسه زیر نیم کاسه هست حتما دیگه، یعنی با این حرفایی که عباس عبدی زده نشان میدن که روایت رسمی نقد جدی داره. به روزنامه بعدی برسیم که اون هم پرداخته به همین حادثه به کما رفتن آرمیتا رو اومده واکنش ها رو بررسی کرده، که راههایی که روزنامه ها میتونن از سانسور بگذرن اینه که واکنش های افراد رسمی مملکت رو در این مورد بیارن و اینا هم همین کارو کردن و این رو هم اضافه کردن که اون 400 نفر حجابانی که در شهرداری تهران استخدام شده بودن در مترو و اینها گویا کارشون به تعطیلی کشیده و در هفته اخیر فعال نبودن، که این هم نشان میده که اتفاقی افتاده. به روزنامه بعدی برسیم و روزنامه فریختگان که نوع دیگری به این قصه آرمیتا به قول خودش نگاه کرده و گفته این دفعه با واقعا خوب عمل کردیم، مثل مهسا نشد. آمدیم اولا که پدر و مادر آرمیتا رو چتر امر براشون درست کردیم. منظورشون اینه که اونها رو ایزوله کردن، منظورشون اینه که اونها رو یک جورهایی حصر کردن و نگذاشتن هیچ رسانه‌ای دستش به اونها برسه الا صدا و سیما و خبرگزاری ایرنا که مال خود حکومت هستش. و گفته اون فیلم هم که منتشر کردیم دیگه آبی بر آتش بود، دیگه کسی نباید حرف بزنه. حالا اون فیلم خودش کلی حرف و حدیث داشت و اینکه اصلا نشان نمیداد که چه اتفاقی افتاده. اینو بخواستم خدمتتون عرض بکنم که امروز روز حرفای مگو بود، روزی که نرگس محمدی رو هم باید نوبلش رو انعکاس میدادن در داخل کشور، کسی که در زندان هست. روزنامه شرق این کارو کرده و چند روزنامه دیگر هم در گوشه و کنار در همون صفحه اول به جایزه نوبل نرگس محمدی اشاره کردن. اینو بگم وقتی شیرین عبادی 20 سال پیش جایزه صلح نوبل رو گرفت، در مهرآباد خیلی ها رفتن به استقبالش، یعنی این که هنوز فعال حقوق بشری میتوانست آزاد باشه، اما الان نرگس محمدی این جایزه رو در زندان میگیره و البته حق ملاقات هم نداره. جایزه ای که میتوان گفت نرگس محمدی به اون اعتبار داده، با سالها رنجی که کشیده و سهمی که در پیشبرد حقوق بشر در ایران داره. متشکرم از توضیحاتتون محمد رهبر، اینجا در استودیو همراه ما بودید. اما تصاویر ببینیم زنده از مناطق مختلف و شهرهای مرزی در جنوب اسرائیل، جایی که صبح امروز شنبه شاخه نظامی حماس بیش از 2200 راکت از نوار غزه به این منطقه شلیک کرد. حمله راکتی گسترده حماس به اسرائیل تاکنون گفته شده که 100 کشته و بیشتر از 800 مجروح به جای گذاشته و حال برخی از اونها وخیم گزارش شده. تصاویری هم پیشتر منتشر شده بود از به اسارت درآوردن برخی از غیر نظامیان اسرائیلی توسط شبه نظامیان حماس، که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این تصاویر رو تکان دهنده توصیف کرده بودند.
گفته شد بیشتر از 100 کشته تا کنون داشته این حملات حماس به اسرائیل و بیشتر از 800 نفر هم زخمی شدن. همونطور که می‌بینید هوا به تاریکی رفته در اسرائیل و همچنان این حملات ادامه داره. گفته شده که 1200 راکت از سمت 2200 راکت از مخام از سمت حماس به سوی اسرائیل شلیک شده. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت، اما همچنان با ایران اینترنشنال بمانید تا دقایق دیگر. همکارانم با بخش اقتصاد و بازار و تازه ترین خبرهای اقتصادی همراه شما خواهند بود. وقت شما خوش.